انمیجا یک محترمه زرغونه عطا د ارتباط یک سوال پرسیده جناب ډاکټر صاحب، پرسیده که جناب خالدی صاحب، آیا امریکا و غربی ها می توانند که مطالبات خیش را از طالبان چنانه که قبلا پلان نموده بودند انتظار داشته باشند، در حالی که طالبان اکنون در خدمت چندین قدرت منطقوی و جهانی تقسیمند؟ تشکر خانم متا. سوالتم پیش از یک سوال خانم متا را جواب بدم، یک دوست دیگه یک سوال پیشتر نشته کرده بود که همکنون مافیای جهانی و از منابع معدنی افغانستان به صورت قاچاق استفاده میکنه. ما به جواب دوست خود نشته کنم که پشتی استخراج چند کیلو اینجا و چند تن اونجا هیچ توجه نکنن و تشویشی نداشته باشه. ما وقتی صحبت از استخراج میکنیم، صحبت از استخراج صنعتی یک ماده معدنی میکنیم. این چیز مقدار کم کندن و بریدن و خارج کردن و صادر کردن کدام تاثیری برای این ماده هم نداره، برای اقتصادی، برای فقط برای شخص، شاید جیب چند شخص این نپر کنه، اما این فایده دیال نداره. خانم اتا سوالشان، اگه بازم سوالشان دوباره اینجا بگذاریم برای من، برای طالبا هنوز در خدمت هیچ کس نیستن، این را متوجه کنیم. طالبا یک هیولا هستن که یک معجون هستن که فهمیدن از این برای دنیا مشکل است. من ادامه یکی دو هفته زیاد سر از این مطالعه میکردم که ببینم از لحاظ فکری طالبا چی هستن. حتی امی از لحاظ فکری طالبا یک شما نمیتونین طالبا را به یک دکترین خاصی حتی اسلامی وابسته کنین. مثلا نمیتونین بگوین که طالبا وهابیستن، نمیتونین بگوین که طالبا سلفیستن، نمیتونین بگوین که طالبا حتی حنفیستن. برای از اینکه رفتار از یا کردار از یا عقاید از یا مخلوط یک معجون است از هر چیز. که این 50 سال جنگ در افغانستان، معاملاتی که در منطقه صورت گرفته، رابطه های استخباراتی که وجود داره، رابطه های انگیزه های استخباراتی که وجود داره، رابطه های بین افراد و منابع استخباراتی بیگانه که اینجا وجود داشته، سرمایه‌گذاری هایی که کشورهای مختلف در اینجا کردن، این از برای طالبان هم در حالت قرار دادن که خودشون حتی فعلا نمیتونن یک جهت مشخص را برای خود تعیین کنن. خود طالبان بین خود متجانس نیستن، رهبری متحد ندارن، طوری که میبینیم حتی موضوع همی تعلیم و تحصیل و کار زنها یک اختلاف عجیب عظیم بینشان ایجاد کرده که رهبری طالبان را متزلزل ساخته. حتی احتمالات طغیان و اختشاش و کودتا در بینشان وجود داره. حتی اختلاف میان قندهار و کابل بر سر زبان هاست. به این حساب اگر بگیم طالبان در خدمت کدام قدرت منطقوی قرار گرفتن، نه، طالبان قرار نگرفتن، نه در خدمت ایران هستن، نه در خدمت پاکستان هستن و نه در خدمت سعودی و قطر فعلا. و امریکایی ها هم کوشش میکنن تعهدات را که از طالبا در مذاکرات دوحه گرفته بودن، طالبا را متعهد بسازن به اون. یکی از تعهداتی که امریکایی ها گرفته بودن موضوع کمک طالبا به بی ثبات سازی ایالت سینکیانگ چین بود. یعنی کمک به سیاهی بود، کمک به سیاهی بود تا طالبا با جنبش اسلامگرای ترکستان شرقی یا ETIM East Turkestan Islamic Movement همکاری کنه و وارا چون بهترین جای، بهترین امکانات افغانستان فراهم می سازه. بسیار بباشین جناب خالد صاحب گرامی.
در صورتی که طالب ها همچه یک موقف را داشته باشن که حال دارن، یعنی از طرف دیگر نفوذ و اعمال نفوذ پاکستان را در این قسمت چیگونه میبینیم؟ یا در مجموع اگر بگویم استخبارات منطقه و در رأس به اصطلاح آیسای پاکستان، فعلا نفوذش در قسمت طالبا و افغانستان تا چی حد است؟ طالبا اگر یک زمان یک فیلم بود برام فرانکستون فکر میکنم، یک زمانی در امریکا ساخته بودن، در داخل یک لابراتوار یک گروه به ساختن یک هیولای معروف بودن، مصروف بودن که از او در مقابل دشمنای خود استفاده کنن، اما این هیولا فرار کرد و به یک دیو مبدل شد که این دیگه کنترل از این برای خود هم و کسایی که در داخل لابراتوار سرش کار میکردن مشکل بود. حالا طالب ها بمو هیولا برای پاکستان مبدل شدن. پاکستانی ها هنوز هم نفوذ زیاد دارن بالای اشخاص منفرد، بالای گروه های در داخل طالب ها. اما ببینید که فعلا طالب ها یک کشور اداره میکنن، یک کشور در اختیارشان است و صفوف از یا به میلیون ها نفر میرسه از دی گرفته تا بشر. درست است که رهبرهای طالبات تعداد زیادشان در مدارس پاکستانی سرسپرده آیسایی هستند، اما در بینشان هم یک تعداد زیاد کسایی هستند که به نشنالیزم افغانی اعتقاد دارند. اگر رهبری طالبان نداره، صفوف طالبا داره. این صفوف طالبا به این خاطر برای این صفوف مشکل است که یا بتانند دائم زیر یوغ یا زیر هدایت استخبارات پاکستانی عمل کنند. به می خاطر ما میبینیم بسیاری حرکات که صورت میگیره است توسط طالبا یا خودش خودجوش است. این حرکات بر ضد پاکستان خودجوش است از طرف کدام رهبری طالبا یه اداره نمیشه. این از فشار است که از صفوف طالبا بالای رهبری انجام میده و اعمال میکنه تا در مقابل پاکستان روش متفاوتی داشته باشند، تا روش کامل سرسپردگی. به این خاطر پاکستانی ها هم در معرض بسیار خطر بزرگی قرار گرفتن. پاکستانی ها برای 45 سال این گروه های تروریستی را به شمول طالبان را پرورش دادن تا از او به شکل ستون ششم یا ستون پنجم در ضد کشورهای مختلف استفاده کنند، بخصوص در مقابل هند و افغانستان از استفاده کنند. در مقابل هند به موضع کشمیر و در افغانستان به خاطر که پاکستان افغانستان یک اساس بیانات رسمی رهبرهای زمان پاکستان، افغانستان باید یک که دولت بیش کاملا دوست پاکستان در این وجود داشته باشه. در این مارچن سوالات دیگه با خود داریم که باید طرح کنیم، اما چون بیننده ها به شکل زنده برنامه را میبینن، ترجیح میتیم سوال های بیننده ها را در قدم اول بگیریم، خدمت شما یک یک پیش میکنیم. دوست دیگه که برنامه را به شکل زنده میبینن نوشتن که محترم خالدی صاحب سلام، جنگ جاری چیست؟ حلقه مفقوده این جنگ و منازعه چیست؟ آیا جنگ و آشوب در افغانستان نقطه پایان دارد و یا دهه های دیگر ادامه پیدا می کند؟ کشورهای همسایه و قدرت های کلان با کدام فرمول می خواهند منازعه افغانستان را دخیل باشند؟ سلام خدمت شخصیتی در رقب اسم پاسداران شرف ملی در اینجا حضور دارند. اگر توضیح میکردم که منظورشون از جنگ کدام است، ما در افغانستان به عنوان جنگ چیزی نداریم، اما در افغانستان ما حملات تروریستی داریم، حملات واقعات مختلف صورت میگیره که در اون مردم کشته میشن، بمب‌های منفجر میشن، کسای مسئولیتی انفجارات با آدم میگیرن، انتحاری های صورت میگیره، مانه بعضی وقتا داعشی کار میکنه، بعضی وقتا گروهش معلوم نیست که کی انجام داده. اما اگر این توضیح میدادن که منظورشون از جنگ چی بود خوشحال میشم. ما فکر میکنم هدفشان از امی که دوباره ممکن هست جنگ های تحمیلی وارد منطقه شوه و انقریب
به اصطلاح صدای بعض دولهای کوچک و بزرگ نواخته میشه و گیریم که فعلا امی خاموشی موقتی ادامه از چی خواهد بود، نوعی از سرپیچی هایی که فعلا طالب ها در مقابل جوامع بین المللی و قوانین بین المللی میکنن، آینده و به اصطلاح روابط اینا با جهان و کشورهای منطقه چی گونه خواهد بود؟ ما در این مورد اول صحبت کردیم، گفتیم که طالبا فعلا روابطشون با کشورهای دیگه قسمی که میبینیم نتیجه 2 سال نزدیک به 1.5 سال حاکمیت طالبایی است که هیچ کشور دنیا نتانسته یا نخواسته حاکمیت طالبا را، رژیم طالبا را به رسمیت بشناسه و با این سیاست هایی که طالبا اعمال میکنن هیچ کشوری هم نمیتونه این را به رسمیت بشناسه. هر روز طالبا یک تازی خود در سطح افغانستان ای را برملا میکنن و به هیچ هیچ وقتی نمیگذرن به افکار مردم افغانستان، به افکار منطقه و به افکار جهانی، و این سبب میشه که کشورهای دیگه هم در مورد کشدار و مریض باید رفتار کنن. طالبا تال نتانستن یک در منطقه و در سطح بین المللی دوستای دائمی برای خود تأمین کنن. شما امود طوری که اگر به خاطر داشته باشیم حاکمیت اول طالبا نظر به خشونت طالبا، سیاست های طالبا در مقابل زنا در افغانستان برهم خورد. امریکا از برسمیت شناختن طالبا صرف نظر کرد در اون زمان و بالاخره به سقوط طالبا افغانستان انجامید. اما سیاست ها امروز هم طالبا را در مقابل طالبا قرار دارد، یعنی طالبا در این زمینه هیچ تفاوتی نکردن، هیچ فرق نکردن. اما اشخاصی هستن که 21 سال قبل بودن و باز هم موضوع حقوق زن، حقوق کار و تحصیل زن سبب عزیز شده که رابطه زیاد با کشورهای غربی خراب کنه و یک معزیل بزرگ در مقابل رابطه زیاد با جان غرب باشه. و در این زمان هم قسم که دیگه میشه این موضوع حقوق زن یک موضوع ساده گذری برای طالبان نیست، یکی از اصول فندمنتالیزم برای دکترین طالبا است. طالبا خود اعلان میکنن که ما جهان باید اسلام واقعی را از افغانستان زیر حکومت طالبا بیاموزن و در اینجا اعلان میکنن که ما فقط با بدون احکام شریعت اسلامی که در او هم در شریعت اسلامی آنچه که طالبا تاکید میکنن متون قرآن مجید است و متون آنچه و از بیانیات یا حدیث حضرت محمد است دیگه چیز قبول ندارم. فقط کلمه او را هم کلمه به کلمه قبول دارن. اگر وقتی تو در نظر میگیریم که او فقط حتی با تفسیر قرآن و تفسیر احادیث یا مخالف هستند، با این و تعبیر طالب ها درست مانند حنبلی ها عمل میکنند. حنبلی ها میفهمیم که یک مذهبی است در اسلام سنی، کشوری مثلا مراکش یا حنبلی هستند، از امام حنبل سرچشمه گرفته و تمام و همچنان امام ام تمیه که در عراق مثل عراق و سعودی زندگی میکرد و تمام فلسفه و دکترین ابن تیمه و امام حنبل ای بود که بجز از متن قرآن و متن حدیث هیچ چیز دیگه قابل اعتماد نیست. یعنی شما نمیتونین که
مثلا ما قرآن میخوانیم در زیرش تفسیر نشته است. حتی این نوشتن تفسیر گناه است به حساب حنبلی ها، به حساب سلفی ها نباید تفسیر نشه. ما حق نداریم کلام خدا را تفسیر کنیم. اگر چیزی که نشته شده اونمو رو باید قبول کنیم. ما در ذهن خود اینو نگویم که چی معنی میده. مشکل طالبا با از لحاظ فقهی، از لحاظ الهیات، با دیگه با اسلام که در حالت اجراست در تمام کشورهای اسلامی همی است. ما مکاتب اسلامی مثلا اندیشه هایی که در از هر دست داده میشه، در مصر، در دیوبند هند دست داده میشه، کاملا با تفاوت داره. ما دیوبند پاکستان جدا میکنیم، او یک انشعابی است از دیوبند جمعیت العلماء هند و ای کاملا ای جهادی شده. ای بسیار دیوبند پاکستان از بدنی اصلی دیوبند هند فاصله گرفته. به این خاطر ما میبینیم که برداشت های طالبان از شریعت، از احکام قرآنی، از متون که و متون اسلامی گفته میشه به امو بر میگرده به سلف اسلام. و سلف اسلام کی بود؟ که بیانیات حنبلی است، امام حنبل و همچنان ابن تیمه و غیره، که بعدا وهابی ها ایره گرفتن و توضیح دادن و تفسیر دادن و چیزهای دیگه با اضافه کردن. بنابراین کسی که ما میبینیم، ما در اول گفتم که طالبا به دکترین خاص سیاسی، دکترین خاص مکاتب الهی اسلامی نمیتونیم یا تعریف کنیم یا چیز کنیم تقلیل بتیم، برای اینکه یا معجون استن از هر چیز. بنابراین یا شاخه های اثرات از هر نوع برداشت بنیادی اسلامگرایی در یا وجود داره که ای طالب ها امروزی رو ساختن. از این خاطر طالب امروزی با این برداشت قابل تغییر نیست. اگر شما انتظار داشته باشیم که طالب با تبلیغات میتونیم اصلاح کنیم، ای یک تقاضای واهی است. اگر طالب نباشه دیگه طالب نیست. بنابراین ما طالب نمیتونیم طالب از خوزی خارج کنیم. این اونمو طالب است که با اونمو تفکرات بسیار متحجر بزرگ شده و او دکترین ها برای ها تزریق شده. اکثر این رهبرهای طالب ها مکتب عادی رو نخوندن یا مکتب در افغانستان نرفتن، لیسه ها رو در افغانستان نخوندن، مستقیم رفتن به این مدارس دیوبندی در پاکستان دست خواندن و بالاخره به اکور خطک یا در این مدرسی حقانی یا رفتن دست خواندن و در اونجا هم یا بنابراین یا چیزی که در وجود نداره اما حس تعلق داشتن به تاریخ افغانستان است، تعلق داشتن به افتخارات ملی افغانستان است، این حس در رهبری است. یا ما در جوان ها از یا در بسیار صفوف از یا میبینیم که یا واقعا بسیار وطن پرست هستن، چیز خارجی رو نمیخواین داشته باشن. به این خاطر چیز جنگ های با پاکستان صورت میگیره، در سر خط دیورن اعتراضات صورت میگیره، اما در مجموع طالبا امو با افکار خود با گروه های تروریستی در پاکستان است، مثلا گروه تحریک طالبان پاکستانی و دیگر گروه های تروریستی منطقه که از دکترین از یا حمایت میکنن، در عین دکترین هستن، ارتباط بسیار نزدیک دارن. ایار ما نمیتونیم از او جدا